نظرم رو در مورد سریال دس گیم بازی مرگ سریال ترند شده و خیلی معروف شده و با نمره 9 از آی ام دی بی خواستید بگم و چون شما خواستید چشم سلام سلام چطورین؟ احسان منصوری هستم و قرار تو این برنامه بریم سراغ سریال به شدت وایرال شده حداقل در ایران و چند تا کشور دیگه به اسم بازی مرگ ساخته کره جنوبی این سریال بر اساس یک وبتون ساخته شده وبتون ها میشن نسخه کومیک های دیجیتالی کمیک های دیجیتالی کره جنوبی مان کتاب های کمیک کره جنوبی هن. اگه شما این سریال رو دوست داشتین از دیدنش لذت بردین چرا کنه اگه ازش تاثیر گرفتید چرا که نه اگه حتی فقط یک نفر در دنیا به واسطه تماشای این سریال از خود منصرف شده باشه چرا که نه ولی من به عنوان یک بیننده معمولی اصلا از این سریال خوشم نیومده توی این ویدیو میخوام بهتون بگم چرا من دوستش نداشتم <applause> اولین علتی که باعث میشد من اتصالم از سریال قطع بشه و منو بندازه بیرون جلوه های ویژش بود جلوه ویژه ضعیفش مثلا به این صحنه جدا شدن در هواپیما این سقوط دقت بکنید به سوختن چهره دقت بکنید حالا توی صحنه های مربوط به اگه اسمش رو بذاریم برزخ و صحنه های مربوط به جهنم جوری از نظر جلوه های ویژه انجام شده که من استدیو رو میبینم یعنی قشنگ احساس میکنم که کاراکترها در استدیو هستن و این جلوه های ویژه براشون ساخته شد از انصاف خارج نمیشم و مثلا این لحظه از نظر اجرا خوب عذاب در اومده ولی به طور کلی سی جی های اثر بچگانه است نسبت اون چیزی که ما داریم در سینمای روز دنیا میبینیم یا عینی کردن چیزهایی که ما به شکل نرمال نمیتونیم ببینیم مثلا مرگ رو به این شکل عینی کردن اصلا مشکلی من با مرگ ندارم شبیه یک انسان یک خانم در آوردن چون خودشم میگه میگه که من خودم رو به یک شکلی در بودم که تو بتونی درک بکنی اوکی ولی مثلا این ساعت جهنمی رو ببین وای شکلات ریخته روش سندلی رو نگاه بکن نه چی از این آویزونه یا این الماسه وا که نماد خاطرات و تجربه زیستی آدم هست که میاد میره تو مغز این کمدی نیست من هر وقت میدیدمش خندم میگرفت یکی دیگه از چیزهایی که بسیار زیاد اذیتم میکنه عدم منطقه و احساس چیدمان یعنی یک پازلیه که تو دست اون کسی که این پازل رو چیده رو میبینی همه چیز رو جوری چی دمان میکنه که بتونه به هدفش برسه یه سری چیزهای پرت رو ورداشته ایده های متفاوت که دلش نمیاد هیچ من بندازه دور و به هر نحوی تلاش میکنه اینها رو به هم دیگه وصل بکنه. هر جا نویسنده گیر کرده و نمیتونسته قصهش رو پیش ببره و این ایده ها رو به هم دیگه متصل بکنه منطق رو رها کرده و خیلی ساده اینها رو به هم دیگه متصل کرده یارو میگه اسپانسرم گفته اگه بپری بدون چتر نجات سه میلیارد بهت پول میدم حالا برای اینکه این, این قصه وصل به قصه های دیگه و بدمن کار یه بدمن حسابی باشه یارو بهش میگه تو میدونستی اون امکان نداره بدون چتر نجات زنده بمونه و چون میخواستی بمیره بهش این مبلغ رو پیشنهاد دادی این میدونست میمیره خود یارو که تخصصش پریدن بود نمیدونست میمیره وقتی داریم در مورد منطق حرف میزنیم داریم در مورد چنین چیزهایی صحبت میکنیم یه نقشه زیرکانه کشیده کارکتر برای اینکه از زیر یوغ و کتک های قلدور کلاس در بره من باهاش یه کاری میکنم این داره رئیس رو بیاره بعد رئیس که اومد منو میبینه کوچولوام منو نمیزنه میره و این میگه که خجالت نمیکشی از این کتک خوردی رئیس میاد دقیقا همین اتفاقی که اون فکر میکرده میفته بعد اون یکی رو شیر میکنه که بشه رئیس و اینو تحقیرش بود همه اون چیزهایی که در ذهن این بود به راحتی اتفاق افتاد روز اول زندان یارو اومده گفته من یه قاتل روانی هم این خلاف کارهای خطرناک هم خیلی سریع پذیرفتن گفتن اوه باشه پس ما بترسیم ازت قبول تو یه قاتل روانی چرا؟ چون گفته این اینو غافلگیر میکنه اون یه ایده به ذهنش میرسه میاد میگه بله من کشتم ولی رو قاتل بوده این میدونسته این کارو میکنه باز یه پلن دیگه چیده باز دوباره اینو قاف یعنی از همه چیز آگاه بوده پله به پله میدونسته شخصیت میخواد چیکار بکنه و برای همش کرده تا انتها فقط یه راه وجود داره که شخصیت همه ی اینا رو پیش بینی کرده باشه از همه چیز آگاه باشه اگه گفتی چیه اون راه آفرین فیلم نام نویس بهش گفته باشه ایده خوبه ها ایده بیسیک کار خوبه یک آدمی خودکشی کرده است و مرگ بهش میگه حالا که این کارو کردی جریمت اینه که در بدن دوازده نفر که لحظات آخر زندگیشونه متولد بشی دوباره و بعد به شکل بدی بمیری این جریمه توه ایده جالبیه یه سری ایده های خوب داره که برای متصل کردنشون به همدیگه از هر چی منطق میگذره و کارو تبدیل به کسر بچگانه میکنه این بیمنطقی ها از نظر بسری هم وجود داره در سریال ببین آدمایی که اینقدر کتک خوردن و زد و خورد کردن اثر این زد و ها در چهرهشون این اندازه است یعنی هیچی نه زخمی نه خونی هیچی هیچی هیچ. یا اینا هر کاری که دلشون میخواد میکنن همه چی استیبله کتککاری دعوا بشین بلنشو فلان دکمره که میزنه بالا میبینیم داخل کامیون داره میره داخل کامیون داره میره پس چرا انقدر همه استیبل بود چرا تا قبلش هیچ تکونی ما نمی‌دیدیم داخل فضا بعدم که دیگه میفتن دنبالش میخوان بکشن مگه این مهم نیست بگه پول کجاست دختر کجاست چرا میخوایم بکشینش چون سریال تلاشش و هدفش بدون فکر هیجان ایجاد کردن است اصلا منطق براش مهم نیست دلش میخواد تحت تاثیر قرارت بده به هر شکل من مشکلی ندارم یه سریالی میاد میگه من میخوام مفرح باشم من میخوام تو رو سرگرمت کنم ازش انتظار عمق داستانی ندارم اگه چیز چرتی رو نخواد رواج بده ولی وقتی یک اثری ادعای اینو داره که عمیقه اون وقتی که ماها از انتظار داریم که این رو درست و اصولی و واقعا تاثیرگذار گذار انجام بده منطق روایی نداره اصلا به درک زیبا اجراش کرده ظرافت هنری هم در اجرا وجود نداره کار کار یه اپراتوره نه کسی که هنرمندانه عمل میکنه انقدر سریال روی زدگی سواره و به هر قیمتی میخواد هیجان درست بکنه که من واقعا به جای اینکه افکار خودشی ازم دور بشه وقتی داشتم میدیدم دلم میخواست خودم رو بکنم بازیگرهای خوبی داره سینمای کره جنوبی و حتی بازیگر نقش مرگ یکی از کارکترهای اصلی فیلم درجه که پارسایته ولی وقتی در یک کاری هیچ کس تاثیرگذار نمیتونه بازی بکنه ما باید علت رو در بازیگیری در بازیگردانی جویا بشیم احتمالا بقیه بازیگرها حتی خصوصا نقش اصلی بازیگر معروفیه بازیگر مطرحیه احتمالا بیشتر در آثار تینیجری حضور پیدا کرده لابد استعداد نیست ولی وقتی هیچ کس نمیتونه تأثیر بازی کنه و بازیگرها لولشون در این حده باز برمیگردیم به مشکل اصلی اینکه یک اپراتور پشت کاری استاده نه یه هنرمند این درجه از سانتیمانتالیسم تصنعی و سطحی هم آزارم میده دیگه این پلانا یعنی چی این تصویرسازی اگزجری غیر واقعی برای اینکه تو احساس ایجاد بکنی به زور من رو از احساس اتفاقا دور میکنی یا وقتی اینقدر رو و روشن برای من نقشه میچینی که بگی دیدی قدر مامان تو ندونستی اشک بریز اشک بریز بریز دیگه اشکم نمیاد گارد میگیرم انتظار دارم هوشمندانه تر و زیرکانه تر تحت تاثیر قرارم بدی نه انقدر رو نه انقدر مستقیم انگار یه یا نفر یه آدم نصیحت گروه برون نشسته داره نصیحت هم میکنه ببین پسرم خود بسیار کار بدی است اگر خود کنی در آن دنیا دهنت را مورد عنایت قرار میدهند سریال بازی مرگ سطحیه نه حرفی که میخواد بزنه نوع اراهش ولی کیه که مخالف این پیام باشه زندگی رو قدر بدونید همه موافقن منم جنون آثار کره‌ای رو دوست دارم ولی اونهایی که اصالت دارن نه اونهایی که روی سطح میمونن آثاری مثل اولد بوی خدمتکار من شیطان را دیدم پاراسایت خاطرات قتل اینم دلایل من برای دوست نداشتن سریال پر پرطرفدار بازی من محصول کره خیلی مخلصم شما نظرتون بنویسید همیشه ازتون یاد میگیرم ارادت در تماسیم